بینندگان عزیز تلویزیون رادارگر، سلام و درود بر شما. برنامه امروز چهارشنبه 12 فوریه برابر با 25 بهمن ماه رو تقدیم حضور می کنیم. برنامه امروز همطور که در برنامه قبل وعده داده بودیم عمدتا به ماه بهمن و انقلاب بهمن 57 مربوط میشه و جوانب مختلف این انقلاب رو مورد بررسی قرار خواهیم داد در گفتگو با روبن مارکاریان. همچنین گزارش مجمع عمومی کانون نویسندگان ایران رو خواهیم داشت، پیام نرگس محمدی به دختران خیابان انقلاب و همچنین آخرین اطلاعیه هیئت اجرایی سازمانمون رو پیرامون مرگ یا قتل دکتر کاووس سید امامی و خطری که جان تمامی زندانیان سیاسی رو تهدید میکنه خواهیم شنید. امیدوارم برنامه امروز مورد توجهتون قرار بگیره. نرگس محمدی از داخل زندان پیامی داشت هفته گذشته که منتشر شد در حمایت از دختران انقلاب و مبارزه اونها علیه حجاب اجباری. این پیام رو همکارم تهمینه بقایی برای شما بازخونی میکنه. انتخاب پوشش حق زنان است. پیام نرگس محمدی از زندان اوین در دفاع از دختران خیابان انقلاب. سالهاست پوشش زنان دستمایه حکومتگران در سیطره بر جامعه، تحکیم قدرت و خودنمایی استبداد شده است. 4 دهه تلاش حکومت در سلطه بر زنان، از کنترل رنگ جوراب و کفش‌هایمان در مدارس، شکل ابروها و موی پشت لب‌هایمان در دانشگاه‌ها، رنگ و قد مانتوهامان در خیابان‌ها، ساپورت و تار موهامان در گذرگاه‌ها تا عمیق‌ترین احساساتمان در عاشق شدن‌ها، حتی در پستوی خانه‌ها زندگی من را جولانگاه مردان حکومتی کرد که به نام دین حس زنانگی، سرزندگی و عشق را در نسل‌های پی در پی به فنا سپردند. هرچند از همان روزهای نخست زنان در مقابل اعمال سیاست‌های زن‌ستیزانه حکومت از جمله اجبار زنان به داشتن روسری دست به اعتراض زدند و خاموش ننشستند. این روزها زنانی نه برای تحقیر پوشش آن دیگری، بلکه علیه تحقیر و تحمیل بر خود شال بر سر چوب می کنند تا بگویند تحمیل و تحقیری که در شال بر سر چوب کردن آشکار است، بسان تحقیر و تحمیلی است که در شال اجباری بر سر زن ایرانی کردن توسط حکومت استبدادی نهفته است. گمان نمی کنم زنانی که حتی چادر را برگزیده اند طرفداران روسری اجباری باشند، چرا که روسری اجباری در درجه نخست توهین به گزینش آگاهانه و آزادانه آنهاست. در میان دوستان بسیار محترم خود زنان چادری را می شناسم که برای تحقق آزادی و عدالت جانانه ایستاده اند، حتی اگر این آزادی برای مخالفانشان باشد. دینداران آزاداندیش نیز از این دایره خارج نیستند، چرا که در عدم وجود حتی یک آیه در متن مقدس مبنی بر پوشاندن موی سر، تأکید بر اصل حفظ کرامت والای انسان و عدم اکراه در گرویدن به دین، توجیه دینی برای پوشاندن موی سر زن وجود ندارد. گواه ادعاهای فوق یک واقعیت ملموس ساده است. مردم در اعتراض به ایستادن زنان روی سکوها و برداشتن شالها برخوردی انجام نمی دهند، چون مردم چه دیندار و چه بیدین، چه زن و چه مرد به این درک و آگاهی رسیدند که داشتن یا نداشتن روسری ملاک دینداری و عفاف نبوده و امر ارزشی قلمداد نمی شود و این امر امری شخصی است. این مسئله به ظاهر ساده نشان دهنده تغییری عمیق در جامعه ایران است، نشان دهنده شکلگیری زیربنایی متنوع و گسترده در جامعه ایران
در به رسمیت شناختن حقوق فردی و مدنی از جمله حق پوشش است. پیام روشن است، اینکه حکومت نباید برای تحکیم اقتدار خود به نام دین معیارهایش را بر جامعه تحمیل کند. بارگذاری ارزش مطالبه هم وابسته به کمیت معترضان نیست، بلکه مبتنی بر ماهیت خاصه است که پافشاری بر رعایت حقوق انسان هاست. یعنی اینکه زنان نیز چون مردان صلاحیت و حق انتخاب پوشش را دارند و اگر زنی اعتقاد به سر کردن روسری دارد، مختار و محترم است و اگر حتی یک زن اعتقادی به آن ندارد، حق برداشتن آن را دارد. این خواسته نه تجاهر به گناه و تعرض به دین و نه مخالف ارزش‌های جامعه ایرانی، بلکه دقیقاً برعکس آن است. نرگس محمدی، زندان اوین. براستی دلایل و زمینه‌هایی که انقلاب‌ها رو شکل میدن کدام هستند؟ چرا گروه‌هایی از کنشگران سیاسی اجتماعی با پذیرش هزینه سنگین زندان، شکنجه و مرگ و نابودی برای خودشون و چه بسا نزدیکان خودشون به انقلابیگری روی میارن؟ نقش رژیم شاهنشاهی پهلوی و مسئولیت اون در رویش جنبش‌های انقلابی مثل جنبش سیاه‌کل و فدایی و همچنین در ادامه اون به در رابطه با انقلاب 57 چه بود؟ آیا انقلاب‌ها به اراده انقلابیون شکل می‌گیرند یا این حاکمیت‌های استبدادی هستند که مردم رو به سوی انقلاب علیه شرایطی که بهشون تحمیل شده سوق میدن؟ و بالاخره اینکه اگر بپذیریم که رژیم شاهنشاهی فرصت‌های تاریخی خودش رو برای جلوگیری از وقوع انقلاب 57 سوزونده، آیا رژیم جمهوری اسلامی و رهبر اون، پادشاه کنونی قدر قدرت ایران، در شرایطی هست که بتونه با پذیرش اصلاحات و به قول معروف سرکشیدن جام زهر دیگه‌ای سرنوشت محتومی رو که در برابرش هست به اصطلاح تغییر بده و مانع از سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی بشه؟ اینها موضوعاتی است که در گفتگو با رفیقمون روبن مارکاریان تلاش میکنیم که بهش بپردازیم و پاسخی در خور بهش بدیم. با هم گوش میکنیم. بینندگان عزیز تلویزیون راه کارگر، در ماه بهمن و به مناسبت ماه بهمن گفتگوی داریم با رفیقمون روبن مارکاریان که بهش سلام و خوش آمد میگیم. منم سلام میکنم به تو رفیق داریوش گرامی و همه بینندگان. رفیق روبن، ماه بهمن ماه انقلاب 57 است علیه رژیم شاهنشاهی و در این حال سالگرد حرکت سیاه‌کل رو هم داشتیم و این دو بحثاش به نوعی و همدیگه مربوط میشه، چرا که هر دو یک حرکت های انقلابی بود. در حقیقت که امروز با توجه به بحث هایی که در گرفته، به ویژه بعد از قیام دی، یه مقداری باید بهش پرداخت، به این معنا که بخشن هستن بسیاری که مطرح میکنن که اساساً نفس انقلاب و حرکت انقلابی غیر اصولی است و باید در چارچوب اصلاحات همچنان تلاش کرد، کما اینکه اگر مثلا زمان شاه اصلاحاتی انجام میگرفت مثلا انقلاب نمیشد و یا شاید نباید میکردیم و روزاری. اگه موافق باشید برای اینکه تمام این مسائل پاسخ بدیم، برای ورود به بحث یه مقداری از شرایط اون زمان، شرایطی که شما به عنوان یه فعال سیاسی وارد مبارزات سیاسی شدید، شروع بکنیم. یه تصویری از اختناقی که در حقیقت منجر شد به حرکت سیاه‌کل و بعدم انقلاب علیه رژیم شاهنشاهی بدیم و بعد بتونیم بیایم وارد مسائل امروزی شیم. بله، واقعیت اینه که در دوره شاه، اون موقعی که ما وارد عرصه فعالیت سیاسی شدیم در اوائل جوانی ما، یک دیکتاتوری اختناقی همه جانبه حاکم بود، حکومت ساواک،
و ساواک به عنوان یک دستگاه امنیتی بسیار وحشتناکی که خیلی هم میترسیدن، یعنی اکثریت ازش حساب میبردند و اینها، حاکم بود بر تمام امور سیاسی کشور. مثلا تقریبا هیچ نوع روزنامه، مجله و یا مطبوعاتی که حتی یک مقدار انتقادی باشند و مستقل باشند وجود نداشتن. مثلا بعضی از روزنامه هایی بودن مثل مثلا فردوسی، نگین و اینا که گاگوداری مثلا یکی دو تا مقاله چاپ میکردن در مورد چگوارا یا در مورد مسائل دیگه که خیلی فروش عظیمی واقعا پیدا میکردن. مثلا حتی شما رمان های چپ خوندنش که گاهن یا از قدیم یا از دوره 20 تا 32 چاپ شده بود یا در دوره 39 تا 42 که یه مقدار فضا باز شده بود چاپ شده بود، اونها زیرزمینی بودن، خوندنش جرم بود. و حتی شما اگر یه رمانی رو به یه کسی میدادی و این دستگیر میشدند و اینها، مثلا بگیم خرمگس، مثلا رمان خرمگس یا رمان های چپ اینطوری میگرفتن و طبق اون یک ماده علیه اقدام علیه امنیت کشور ایجاد یک محفل، و محفل هم این بود که 3 نفر، و شما اگه با یکی 2 نفر کتاب مبادله کرده بودید میافتادید زندان، 3 تا 10 سال به زندان محکوم می شدید و اینها. بعد کوچکترین حرکات دانشجویی و اینا با سرکوب خیلی شدید مواجه می شد، دانشجوها رو می گرفتن، شکنجه می کردن، اینا رو می فرستادن سربازی و اینها. یعنی رژیم شاه یک سیم خاردار کشیده بود بین فعالیت سیاسی و کسایی که میخواستن زندگی خودشونو بکنن. طبیعی است که در دوره شاه آزادی‌های مدنی وجود داشت، نمیدونم حجاب و یا هر لباسی که شما یا مینی جوب میپوشیدی یا حجاب مینداختی با شما کاری نداشتن، به کاباره شکوفه نو میرفتی یا چاتانوگا یا غیره یا موسیقی، طرفدار موسیقی سنتی، اینها اون زمینه‌های بازی بود که مردم میتونستن هر کاری اونجا بکنن. ولی عرصه سیاست یک زمین خارس با سیم خاردار بود که در اونجا به شدت سرکوب میشد. و واقعیت اینه که کوچکترین تجمعها و یا کوچکترین تلاشها برای یک مقدار افزایش آگاهی سیاسی و غیره با عکس العمل های بسیار شدید و سرکوبگرانه مواجه می شد. این تصویری است که از زمان اون دوره وجود داره. مثلا من یکی از همپرونده هم به خاطر خوندن 30 صفحه کتاب اقتصاد نیکیتین به 3 سال زندان محکوم شد و بعدش هم 1 سال خورده ای هم ملی کشی کرد به خاطر این مسئله. شما از این مجمل شما باید میتونید اون حدیث مفصل رو بخونید. بخشان در همین نگاه نوستالژی که نسبت به زمان شاه وجود دارد بدتر میکنن که انقلاب پس یک امر غیر اصولی بود، گویا مثلا عده‌ای نشستن انتخاب کردن، مثلا خیلی ها میگن که انقلاب نسل ما نبود، به اصطلاح این اصطلاحی که شکل الان جدیدن مد شده اینا دارد، و اشتباهش رو اشتباهی شده در این رابطه. یه مقدار راجع به خود فلسفه این مسئله، آیا اصلا شرایطی بود در زمان شاه که جلوی انقلاب رو در حقیقت بگیره؟ آیا اصلاحاتی صورت گرفته بود به لحاظ سیاسی؟ چون من چیزی که یادم همیشه بچه بودیم اون موقع حزب رستاخیز بود و بس. من یادم اون در 12 سالم بود مثلا تشکیل شده بود این حزب رستاخیز. اون فضایی که در حقیقت ناچار بودن انقلاب 57 رو ایجاد کرد چه بود؟ ببینید واقعیت اینه که بعد از سال 41 و اصلاحات ارضی
ایران یک رشد اقتصادی نسبتاً بالایی رو تجربه کرد و خب وضع مردم از نظر اقتصادی بهبود پیدا کرد، بخشای زیادی بهبود پیدا کرد. البته اصلاحات ارضی چون یک اصلاحاتی بود که به نفع طبقات بالا بود و طبقات پایین رو محروم کرد از اینکه زمین به اندازه کافی داشته باشن برای اینکه بتونن زندگیشون رو بگردونند و اینا، این بود که ما با تجزیه زندگی روستایی و سرازیر شدن توده های وسیع روستایی به شهرها مواجه شدیم که همون توده حاشیه تولید رو به وجود آورد که بعدا روحانیت تونست اونها رو به عنوان پایگاه توده‌ای خودش سازمان بده. اما صرف نظر از اینها، رژیم شاه مخصوصا در دوره‌ای که درآمد نفت چند برابر شد، به جای اینکه بیاد اصلاحات بکنه، فضا رو باز کنه، فضا رو به شدت بسته کرد، درست برعکس حرکت کرد. و اون دوتا حزبی هم که وجود داشت، احزاب کاملا دستساز بودن، نماینده دوتا جناح، اونها رو منحل کرد، رستاخیز رو سازمان داد و میدونید که اونجا هم اعلام کرد که یا شما عضو رستاخیز هستید، کسی که نیست بیاد پاسپورت بگیره بره بیرون، که یک نفر که فریب اینو خورده بود به هر حال اونو گرفتن آوردن زندان و بهش زندان دادن. رفته بود گفته بود که همونطور که اعلیحضرت فرمودن من میخوام پاسپورت بگیرم برم بیرون خارج کشور و اینها. در یک چنین شرایطی بود که هر نوع فضای سیاسی بسته شد. خب طبیعی است که مردمی که وضعیت زندگیشون بهتر شده و اینا، به ویژه توده های شهری و اینا، خواهان این باشن که از نظر سیاسی هم مطالباتشون برآورده بشه، مسئله دموکراسی خواهی، آزادی خواهی و داشتن یک زندگی سیاسی که در شأن مردمی باشه که انقلاب مشروطیت رو کردن، ملی شدن نفت رو تجربه کردن، خب به یه مطالبه خیلی مهمی مبدل شد. که البته شاه برعکس، برخلاف جریان حرکت کرد. حتی موقعی که انقلاب داشت، اولین امواج انقلاب برخاست، جبهه ملی پیشنهاد داد که شما به شاه پیشنهاد داد که یک سلسله اصلاحات بکنه، زندانیان سیاسی رو آزاد کنه، یک مقدار مطبوعات آزاد و اینها بذاره و اونا حاضرن باش ائتلاف کنن. شاه گفت که جبهه ملی خائن‌تر از حزب توده است. بعد زمانی قدرت رو به بختیار سپرد که دیگه کار از کار گذشته بود. بنابراین انقلاب زمانی، اینو من میخوام بگم که انقلاب زمانی در یک سیستم، در یک جامعه به وقوع میپیونده که راه های اصلاح بسته باشه. وقتی که راه های اصلاح بسته شد، در نتیجه اون بخاری که در اون دیگ انبارده شده به یک نقطه انفجار میرسه و اون سرپوش رو پرتاب میکنه و این دیگه در اراده نه حاکمان و نه پایینی ها نیست. دیگه مجموعه این بحران ها به یک نقطه ای میرسه که دیگه پایینی ها نمیخوان، بالایی ها نمیتونن و ما وارد شرایط انقلاب میشیم. و همونطور که اون موقع تو هم در صحبتات گفتیم، مثلا میتونستیم ایران رو با کره جنوبی مقایسه کنیم. ایران در اون موقع خیلی از نظر اقتصادی پیشرفته تر بود از کره جنوبی، از همه کشورهای خاورمیانه. در کره جنوبی هم دیکتاتور بود، ولی در برابر اون جنبش های وسیع کارگری و توده‌ای عقب نشینی کردن. اونا اصلاحات کردن، راه رو باز کردن، ولی شاه این راه ها رو، همه این راه ها رو بست، در حالی که اگر یک مقدار دوراندیش بود، حتی به نفع دستگاه حاکم و طبقه حاکم ایران بود که اینها گام به گام فضا رو باز می کردند و اینها. ولی دیگه زمانی صدای انقلاب رو شنید که دیگه دیر شده بود. اگر برگردیم به همون بحث سیاکل و انتخابی بودن انقلاب، در حقیقت میتونست اون حرکت به انقلاب منجر بشه، چرا که عده‌ای از
روشنفکران چپ خواست انقلاب رو داشتن در دستور کارشون و معتقد بودن که میشه انقلاب رو به این شکل به اصطلاح سازمان داد، ولی حرکتش رو ناموفق بود در واقع. دقیقاً. خب ما وقتی جنبش فدایی رو بررسی کنیم، البته یکی از عللی که باعث شد که جنبش مسلحانه شکل بگیره همین اختناق و دیکتاتوری همه جانبه و بسته بودن فضا بود. شاه کمونیستا و سوسیالیستا رو بزرگترین خطر حاکمیت خودش میدونست و بنابراین البته نیروهای ملی رو هم در درجه بعدی، این بسیار فاکت هاست، اصلا مطالعات وسیعی در این زمینه وجود داره. اما به نوعی با روحانیت که اونها دستگاه روحانیت ضد کمونیست و ضد دموکرات و اینها بودن، در یک ائتلاف منفی در یک ائتلاف مثبت به سر می برد و اینها. بنابراین هیچ نوع فضا برای اینکه بتونه احزاب چپ شکل بگیرن و بتونن مطبوعات آزاد وجود داشته باشن و غیره، اینها وجود نداشت. اون موقع ارزیابی که همون در رفیق مسعود احمدزاده در جزوه مبارزه مسلحانه هم استراتژی و هم تاکتیک مطرح میکنه، میگه در ایران شرایط عینی انقلاب وجود داره، آن چیزی که غایبه شرایط ذهنیه. باز هم خب این یکی از پایه های اشتباه مش مبارزه مسلحانه بود که فکر میکرد که اگه پیشاهنگ انقلابی به صد دیکتاتوری ضربه بزنه، چون شرایط عینی وجود داره، انقلاب شروع میشه و همون موتور کوچیک میتونه موتور بزرگ رو به حرکت در بیاره. خب جنبش فدایی جنبش بسیار درخشان و باشکوهی بود، به خاطر اینکه یک جنبش مستقلی بود، اولین جنبش چپ مستقلی بود. البته حزب کمونیست ایران هم در دوره‌های قبل از شکل‌گیری حتی حزب توده، اونها هم چنین خطی داشتند و اینا، از درون از دل جنبش ایران سر برآورده بود. به هیچ کدوم از قطب‌های جنبش کمونیستی در اون دوره شوروی، چین و غیره وابسته نبود. خیلی شجاعانه برای مبارزه تلاش و فداکاری میکرد و حقیقتا میخواست که آزادی و عدالت اجتماعی رو برگزار تلاش کنه در جهتش. ولی خب این ضعف بزرگ باعث شد که رابطه مستقیم برای سازماندهی اون اردوی کار و زحمت که اون موتور بزرگ اونا هستن، اون رو در واقع بهش بی‌توجهی کنه و اصلا اون رو به عنوان اشتباه تلقی کنه، که مثلا میگفت رابطه مستقیم و تشکیلاتی، مادی مستقیم و تشکیلاتی اشتباه است، این اون تئوری مبارزه مسلحانه. خود همین مسئله باعث شد که موقعی که جنبش انقلابی شکل گرفت، یعنی اون موتور بزرگ به حرکت در اومد، سازمان فدایی علارغم اون همه فداکاری ها از جان گذشتگی ها در حاشیه قرار گرفت. یه مسئله ای که الان اشاره کردید بهش، در جریان به اصطلاح اون کارزار انتخاباتی آمریکا، من خاطرم هست که برنی سندرز اشاره داشت به نقش آمریکا در بروز انقلاب در ایران و فاجعه‌ای که امروز به نام جمهوری اسلامی باعث سر کار داریم، و اشاره داشت به کودتای 28 مرداد که آمریکا نقش اساسی رو داشت در به راه انداختنش و حمایت آمریکا از شاهی که با امثال کاشانی و غیر وزاله که روحانیت مرتجع ایران همکاری کردن، و به اعتقاد برنی سندرز آمریکا و دولت‌های آمریکایی نقش مستقیمی دارن در آنچه که امروز در ایران می‌گذره، و انتقاد داشت در حقیقت به سیاست‌های خارجی. چه مقدار با توجه به اینکه همیشه شاه رو وابسته به آمریکا معرفی می‌کردن و این مسئله، اون سیاست‌های جنگ سرد و فشارهای آمریکا در ایجاد به اصطلاح اون کمربند سبز علیه شوروی و غیر وزارک، چه مقدار سیاست‌های امپریالیستی تعیین کننده بود در
فضای اختناقی که شاه ایجاد میکرد علیه نیروهای ملی و چپ و اصطلاح دموکرات و غیره. خب این مسئله رو وقتی که کودتای 28 مرداد ما در نظر بگیریم، خب غیر قابل انکاره. الان اسناد خیلی زیادی در این زمینه منتشر شده که نقش آمریکا و انگلیس رو در کودتای 28 مرداد کاملا نشون میده و طبیعی است که در متن جنگ سرد آمریکا ایران رو یکی از حیاتی ترین کانونهای ژئوپلیتیک جهان میدونست. حتی آمریکایی‌ها در اون موقع معتقد بودن خیلی آمریکا ایران مهمتر از ویتنامه برای اونها و فکر میکردند که ایران به خاطر اون تحولاتی که از سالهای 20 تا 32 از سر گذرونده و به ویژه مسئله دکتر مصدق و اینها بیشتر حاوی خطر هست برای اینکه درش انقلاب بشه و به همین خاطر فشار می آوردن که اصلاحات ارضی بشه به شاه برای اینکه اون چاشنی انفجاری رو بیرون بکشند و اینها. ولی بعد از اینکه به هر حال و یک مثلا روشنه که نهاد سلطنت و روحانیت همیشه در یک ائتلاف با هم بودند و در این حال در رقابت و ائتلاف بودند و در کودتای 28 مرداد خب کاشانی و اینها کاملا حمایت کردند از کودتا. ولی بعد از اصلاحات ارضی و بعد از اینکه موقعیت شاه تثبیت شد و اینها، شاه اینطوری نبود که در همه دوره ها دقیقا سیاست دیکته شده توسط آمریکا رو در پیش بگیره. مثلا فرض کنید که شاه به نوعی به شوروی نزدیک شد، به نوعی شروع کرد یک نوع ایجاد تعادل، در واقع یک تعادلی برای محکم کردن موقعیت خودش، یا مثلا افزایش قیمت نفت در اوپک که آمریکا مخالف بود، بهش میگفتن به شاه عقاب اوپک دیگه، که فشار شاه باعث شد که قیمت نفت افزایش پیدا کنه و اینا. ولی در یه دوره های اینطوری بود و به ویژه در دوره کارتر ما باید اینا هم اشاره بکنیم که کارتر متوجه بود که با این سیستم ایران آسیب پذیره، شکننده است اون دروازه های تمدن بزرگی که شاه درست کرده. در نتیجه فشار می آورد برای اینکه فضای بازی سیاسی در ایران ایجاد بشه. خب شاه مخالف اون بود، ولی بعد از اینکه کارتر انتخاب شد ناچار شد به اون تن بده و اون فشارها یک مقدار زیادی فضای سیاسی رو در ایران باز کرد برای مثلا شبهای شعر و یک سلسله حرکاتی که بعداً زمینه سازی شد. یا مثلا ما اون موقع در زندان ها اینو کاملا حس می کردیم که بعد از اینکه کارتر اومد، اون فشار بسیار شدیدی که در زندان ها به وجود اومد. مثلا یادمون نره که رفیق بیژن جزنی و 12 نفر رو اینها اومدن از زندان بردند و به گلوله بستند، گفتن اینا فرار کردن از زندان در سال 53 و خیلی از ماها رو برده بودن ایزوله کرده بودن. ما 2 سال، بیش از 2 سال اصلا هیچ نوع ملاقاتی نداشتیم، هیچ حتی یک روزنامه نداشتیم و اینها. شرایط عوض شد در اون بسیار اون فضا به وجود اومد. منتها همونطور که من اشاره کردم، شاه به خاطر اینکه معتقد بود که اشتباه است باز کردن فضای سیاسی و اینا، مخالف اون اقتدار کاملش و اینها، اینو نتونست، یعنی این فشارهای کارتر و دولت آمریکا این باعث شد که کارهای بسیار نیمبندی بکنه که اون کارهای نیمبند به جای اینکه رژیم ایران رو تقویت کنه بیشتر تضعیف کرد. و همونطور که گفتم که در نهایت خود جبهه ملی اینا به پشتوانه همین
مثلا سیاست آمریکا اینا اومدن پیشنهاد دادن که حاضرن بیان همکاری کنند و اینا، ولی به هر حال نقش تعیین کننده در همین مسئله بود که شاه از هر نوع اصلاحات جدی تفره رفت و کار از کار گذشت و دیگه موج انقلاب به پا خواست. از همینجا اگه اجازه بدید برگردیم به اوضاع و شرایط امروز، برای اینکه خیلی از این بحث ها الان دوباره داغ شده. صحبت این که آیا رژیم جمهوری اسلامی اصلاح پذیر هست به طور عمومی، و آیا اگر اصلاحاتی انجام بگیره امروز، یعنی ولی فقیه به عنوان جانشین شاه اون موقع به اصطلاح که همه قدرت در دستش هست، علی رغم توصیه هایی که بهش میشه از این بر اون ور که اصلاحات انجام بدید، مثلا الان مسئله همین قضیه حجاب اجباری رو بسیاری از اصلاح طلبان دارن مطرح میکنن که خب بدید دیگه چی میشه، مثلا نمیمیرید که بذارید زنان، که الان که خود زنا به هر حال همینطوریش هم حجاب همچنان این سال هاست که رعایت نمی کنن. چه مقدار این به اصطلاح کاربرد داره در جمهوری اسلامی امروز، و آیا واقعا اگر شرایط به گونه‌ای است که اصلاحات میتونه جلوی سرنگونی جمهوری اسلامی یا رویارویی انقلابی مردم با اون رو بگیره، یا اینکه اصلاحات به نوعی است که الان به جای رسیدیم که شاه سال 57 بود و هر گونه اصلاحاتی به روند به اصطلاح سرنگونیش بیشتر کمک میکنه؟ بله، ما مدت هاست که وارد اون آستانه شدیم، یعنی شاید از سال 67 موقعی که خاتمی انتخاب شد و قوه به اصطلاح مجریه و بعد مقننه مجلس ششم در دست اصلاح طلبان افتاد، همه تلاش اونها برای اینکه تا یه حدی نظام رو تعدیل کنند و قابل تحمل کنند برای به هر حال اکثریت مردم، همه اونها از طریق قدرت قاهره رهبر و وتوی اون در حقیقت تیرش به سنگ خورد. و هرچه پیش میاییم میبینیم که مسئله برعکسه و به جای اینکه جمهوری اسلامی بیاد و بیشتر خودش رو باز کنه، بیشتر خودش رو بسته کرده. این یک چرم ساغری، هی در واقع دامنه تحمل این کمتر و کمتر شده. مثلا نمونه هاشو میبینیم، رفسنجانی که دو دوره یکی از پایه‌گذارهای اصلی این نظام بود و جز دو سه نفر اول بود، دو دوره رئیس جمهور بود، صلاحیتش تو انتخابات 92 رد شد. یا خاتمی که باز دو دوره رئیس جمهور بود، ممنوع التصویر و ممنوع الصداست. در همین انتخابات احمدی نژاد که باز دو دوره محبوب امام رهبر بود، باز صلاحیتش رد شد. و اون شورای نگهبان و غیره، اونها چنان تسلطی دارن، چنان کنترلی اعمال میکنن که فقط در یک دریچه بسیار کوچکی رو در بین جناهای خودشون بازی میکنن. و اون هم ما میبینیم که مثلا روحانی میخواست از برجام یک به برجام دو و سه و چهار بره، برجام یک هم زیر علامت سوال رفته الان اینطوری، چرا که هیچ قدرتی نداره. یا مثلا میاد منشور حقوق شهروندی رو اعلام میکنه، میبینیم که سرکوب ها چطوره. همون اخیرا ما میبینیم که طرفداران محیط زیست رو میبرن، مثلا دکتر کابوس سید امامی رو بردند و خودکشاندند، و یا چند نفر دیگه در زندان ها اونها رو هم اعلام کردن خودکشی کردند. یعنی یک نسخه جدیدی از قطعهای زنجیره‌ای در جریانه برای سرکوب اپوزیسیون. همه اینها رو که وقتی در کنار هم بذاریم میبینیم که برخلاف آنچه که اصلاح طلبان میگند، عقربه ها برعکس حرکت میکنه و نظام هرچه
سرکوبگرتر و میشه هرچی بیشتر خودش رو میبنده و حتی خودی های خودش رو از خودش بیگانه میکنه، چه برسه به اپوزیسیون و بیگانه. اینا همه توهماتی است که کار اصلاح طلبانه ترویج این توهمات. در این 3-4 دقیقه که باقی مونده از وقتمون، اگه اجازه بدید یک جمع‌بندی بکنیم از تمام این تجربیات که بهش اشاره کردید، از حرکت انقلاب 57 و مسائلی که امروز باهاش درگیر هستید. چپ ایران، چپی که به هر حال چندین دهه است که فعالیت سیاسی اجتماعی تئوریک داشته، چه جنبندی میتونه از این تجربیات بده و چه راهبردهایی رو در برابر خودش بذاره؟ بله، ببینید ما همون در اوان انقلاب بهمن اعلام کردیم که انقلاب مرد، زنده باد انقلاب. یعنی اعلام کردیم که با توجه به این که روحانیت قدرت رو در دست گرفته، این انقلاب از بین رفته، این انقلاب به یک ضد انقلاب دیگه مبدل شده، به یک زنده انقلابی که میخواد ایران رو به قرون وسطا برگردونه، به یک حکومت ناهمزمان. این یک واقعیتی است. ولی آنچه این انقلابی که باید باشه، زنده باد انقلاب، آنچه انقلابی از نقطه نظر چپ باید باشه، ما در این حال روشن هست که با توجه به تجربیات شکست تجربه سوسیالیسم قرن بیستم و در واقع اون بازگشت به مارکس و سوسیالیسم مارکسی، الان تأکید باید بکنه چپ به اینکه آزادی‌های سیاسی، دموکراسی و دولت قانون، اینها از اجزای گسست‌ناپذیر پروژه سوسیالیستی و آلترناتیو سوسیالیستی است. طبیعی است که در برابر یک رژیم سرکوبگر و وحشی مثل جمهوری اسلامی، مبارزه از نقطه آغاز مبارزه، از مبارزه برای آزادی، برای دولت قانون، برای دموکراسی شروع میشه. و این فقط این عوامل، یعنی آزادی و دموکراسی، یک پلکانی نیست که ما به قدرت سیاسی صعود کنیم و اون رو بندازیم. این جزئی جدایی ناپذیر از پروژه سوسیالیستی است. در سوسیالیسمی که ما ازش دفاع میکنیم، از آنارشیست تا مونارشیست همه آزادن، حق رأی عمومی وجود داره، مردم قدرت رو انتخاب میکنن، قدرت سیاسی رو و قدرت عزل اون رو دارن. هیچ کسی بر فراز مردم به خاطر تعلق به یک خانواده یا به یک فرقه و به یک دسته و یا به یک ایدئولوژی حق نداره حکومت دائمی برای خودش ایجاد کنه. این مغایر الفبای دموکراسی و مغایر اون پروژه‌ای است که ما ازش دفاع میکنیم. باید حکومت‌ها هر چقدر هم خودشون رو همه جانبه و کامل بدونن، باید در برابر سر خم کنن، در برابر اراده مردم و حق حاکمیت مردم. این حق حاکمیت مردم است که اون ستون اصلی این پروژه سوسیالیستی. حالا چرا در واقع ما معتقد هستیم که سوسیالیسم میتونه دموکراسی، آزادی‌های بدون قید و شرط سیاسی و در نهایت حق حاکمیت مردم رو برقرار کنه؟ شما اگه به حتی دموکراسی‌های لیبرال توجه کنید، اینها داره یک اقتصاد سیاسی هستند. در جامعه یک تعادل طبقاتی برقرار هست. پایینی‌ها به یک حقوقی دست پیدا می‌کنند، به یک تأمین اجتماعی و حقوق و از درجه از عدالت اجتماعی. ببینید اگر قرار همه یک رأی داشته باشن، صرف نظر از همه تفاوت‌ها، ما از نقطه نظر سیاسی
افراد رو برابر میدونیم، پس باید از نقطه نظر اقتصادی اجتماعی هم قبول کنیم که افراد باید فرصت‌های برابر داشته باشن. شما نمیتونید بگید افراد از نظر سیاسی با هم برابرن، هر کدوم دو تا یک رأی دارن، ولی از نظر اقتصادی اجتماعی در واقع یک شکاف عظیمی بین فقیر و غنی وجود داشته باشه، حق بهره کشی و استثمار وجود داشته باشه. این خودش مغایر دموکراسیه. بنابراین اگر عدالت اجتماعی و سوسیالیسم نباشه، دموکراسی خودش فرسوده میشه و به ناچار از بین میره. بنابراین هست که ما معتقدیم سازماندهی تشکل‌های توده‌ای، پاگیری جامعه متشکل و مدنی در ایران و اون دموکراسی مشارکتی در این پروژه است که میتونه تأمین کنه که آقا همه آزاد باشن، که دیگه نشه یک روزنامه رو تعطیل کرد به خاطر اینکه حاکمان از اون روزنامه خوششون میاد یا بدشون میاد. در این چشمانداز هست که چپ در 40مین سالگرد انقلاب بهمن باید واقعا مطرح کنه که چه انقلابی میخواد، مختصات این انقلاب چیه، و بتونه سهم خودش رو ایفا کنه در تحولات بسیار جالبی که اتفاق افتاده در جنبش مطالباتی چند سال اخیر و به ویژه در خیزش بهمن و همینطور جنبش زنان ایران. به امید این که ما به این سو حرکت کنیم و جامعه ما بتونه خودش رو از این دیکتاتوری فاشیستی مذهبی که این یک بختک سوار مردم ما ایران شده خلاص کنه. سپاسگزارم رفیق روبن مارکاریان. منم تشکر میکنم از شما. در روزهای گذشته متاسفانه خبر قتل دکتر سید کاووس سید امامی رو در رسانه ها شنیدیم. اطلاعیه‌ای در همین رابطه از سوی هیئت اجرایی سازمان کارگران انقلابی ایران راه کارگر منتشر شده با نام اسیر دیگری رو هم خودکشی کرده. این اطلاعیه رو من بخشایش رو به سمع شما میرسونم. اطلاعیه آغاز میشه با خبر دردناک قتل دکتر سید امامی، استادیار 64 ساله جامعه شناسی دانشگاه امام صادق و مدیرعامل مؤسسه حیات وحش میراث پارسیان که 4 بهمن ماه بازداشت شده بود. خبر باور نکردنی حقیقت مرگ کاووس سید امامی رو حتی پسر او هم در توییت خودش به نوعی بهش اشاره کرده. در بیانیه ما اومده که به دنبال انتشار خبر زجرکش کردن کاووس سید امامی، خبر بازداشت هومن جوکار، نیلوفر بیانی، مراد تاهباز و طاهر قدریان و امیر حسین خالقی از همکاران دیگه مؤسسه حیات وحش میراث پارسیان رو هم که در سکوت خبری انجام گرفته شده بود شنیدیم. همچنین کاوه مدنی معاون آموزش سازمان محیط زیست هم دستگیر شده و در همین رابطه دادستان تهران اعلام کرده که این افراد در قالب اجرای پروژه‌های علمی و محیط زیستی نسبت به جمع‌آوری اطلاعات طبقه‌بندی شده کشور در حوزه‌های استراتژیک اقدام می‌کردن که با هوشیاری و رصد اطلاعاتی یکی از نهادهای امنیتی کشور دستگیر و توسط دادستانی تهران بازداشت شده. طبیعی است که این ادعاها به هیچ وجه مورد قبول مردم ایران نخواهد بود. در ادامه بیانیه ما اومده که اکنون نام کاووس سید امامی رو باید در کنار اسامی سینا قنبری، محسن عادلی، وحید حیدری، سارو قهرمانی، کیانوش زندی، علی پولادی، محمد نصیری، حسین قادری، حسن ترکاشوند و سید شهاب ابتهی و دیگر زجرکش شدگان زندانهای رژیم اسلامی گذاشت و
این اسامی به همه ما هشدار میده که جان تمامی زندانیان سیاسی در خطر است. در ادامه همین بیانیه با اشاره به اعتصاب غذای خشک آتنا دائمی و گلرخ ایرایی و همچنین موقعیت رضا شهابی، بار دیگه تاکید میشه که جان تمامی دستگیر شدگان از جمله دختران بازداشت شده خیابان انقلاب که امروز در زندان هستند در خطر هست و همچنین باید نگران جان سپیده فرهان، محمد بم، داریوش زند، مجید رحمت آبادی و صدها و صدها دیگر از دستگیر شدگان ماهای اخیر بود که چه بسا به بهانه های مختلف مسئولین امنیتی و زندان های جمهوری اسلامی اونها رو زجرکش بکنن و به قتل برسونن. پیشبرد سیاست شوم مرگ خاموش زندانیان سیاسی و زجرکش کردن اونها در شرایطی که تاکتیک سرکوب بیرحمانه و بیهیاهو با شدت تمام ادامه داره، زنگ خطری است که باید وجدانهای بیدار رو به حال آماده باشه کامل در بیاره. جان زندانیان سیاسی در خطر هست و هر لحظه ممکنه که خبر مرگ یکی از اونها رسانه‌ای بشه. زمانی که سردمداران رژیم بر اساس نظرسنجی‌ها و ارزیابی‌های میدانیشون به این نتیجه رسیدن که در میان مردم پایگاه و نفوذی ندارن و زمین زیر پایشون لرزان هست، دست بردن به خشونت عریان از سوی اونها امری طبیعی است و بنابراین باید با تمام قوا و توان به افشای این سیاست ددمنشانه در قلع و قمع فرزندان این مرز و بوم پرداخت و مانع از اون شد که جنایتکاران داعشی اسیران مردم رو زجرکش کنن و نام اون رو خودکشی بذارن. بیانیه سازمان ما ضمن تأکید چند باره بر این خطری که بهش اشاره شد در پایان چنین میگه: سازمان ما خودش رو در غم مرگ کابوس سید امامی شریک میدونه و به خانواده او و به خانواده بزرگ مدافعان محیط زیست تسلیت میگه و از تمامی فعالان کارگری، سیاسی، مدنی، اجتماعی، وکلا و هنرمندان و تمام سازمان‌ها و تشکل‌های سیاسی و مدافع حقوق بشر می‌خواد که در این شرایط حساس برای نجات جان زندانیان سیاسی از هیچ اقدامی فروگذار نکنند. وقت اون رسیده که با اشکال مؤثرتر صدای خودمون رو علیه این جنایات سازمان یافته و برنامه‌ریزی شده بلند کنیم. بیلان جنایات جمهوری اسلامی در سالگرد چهارمین دهش نشون میده که نباید دست روی دست گذاشت و اونها وحشی‌تر و بی‌رحم‌تر از اونن که وقتی مردم علیهشون شوریدن دست روی دست بذارن. سر این دیو وحشی برون آمده از اعماق تاریخ رو باید به سنگ کوبید. راه دیگری قابل تصور نیست. هفته گذشته کانون نویسندگان ایران موفق شد که مجمع عمومی خودش رو برگزار بکنه. گزارش این مجمع عمومی رو به نقل از صفحه فیسبوک کانون نویسندگان ایران همکارم تهمینه بقایی به سمع شما میرسونه. گزارش برگزاری مجمع عمومی کانون نویسندگان ایران. مجمع عمومی عادی سالانه کانون نویسندگان ایران روز جمعه 13 بهمن در منزل یکی از اعضا برگزار شد. این مجمع باید شهریور 1395 تشکیل می شد، اما روز برگزاری با یورش ماموران امنیتی به محل مجمع متوقف ماند. چند ماه بعد هیئت دبیران برای تکمیل اعضای خود ناچار شد انتخابات مکاتبه‌ای برگزار کند. پیشتر گزارش آن منتشر شد. در سالگشت انتخابات تکمیلی هیئت دبیران تصمیم گرفت مجمع عمومی را فرا بخواند. به همین منظور کمیسیون تدارک مجمع را مأمور کرد تا کارهای لازم را انجام دهد. تلاش‌های کمیسیون تدارک مجمع عمومی روز 13 بهمن 1396 منجر به برگزاری مجمع شد، البته در فضایی از بیم و امید. پرویز بابایی رئیس سنی جلسه ابتدا برگزاری مجمع را به حاضران تبریک گفت و
سپس به یاد علی اشرف درویشیان، نویسنده نامی و عضو برجسته کانون که در آبان سال جاری درگذشت، یک دقیقه سکوت داد. پس از ادای احترام به علی اشرف درویشیان، هیئت رئیسه مجمع از میان داوطلبان و با تایید مجمع تشکیل شد. هیئت رئیسه فرخنده حاجی‌زاده رئیس، علی رضا جباری معاون و محمد رؤوف مرادی منشی گردش کار را به دست گرفتند. گزارش فعالیت‌های هیئت دبیران را چوکا چکات خواند و گزارش مالی بازرسان را قباد حیدر. پس از آنکه گزارش‌ها به تایید اعضای مجمع رسید، هیئت نظار متشکل از فریبرز رئیس‌دانا، محمد زندی، سید علی صالحی، منیژه گازرانی و منیژه نجم عراقی با تایید مجمع فرایند انتخابات را به دست گرفتند. اسامی داوطلبان برای سمت‌های دبیری، منشیگری، بازرسی و صندوقداری کانون ثبت شد و رأی‌گیری به عمل آمد و نتیجه رأی‌گیری به این شهر اعلام شد. اعضای اصلی هیئت دبیران به ترتیب آرا: 1. رضا خندان مهابادی، 2. محسن حکیمی، 3. حافظ موسوی، 4. اکبر معصوم بیگی، 5. حسن عسقری. آرای نفرات چهارم و پنجم برابر است. اعضای جانشین یا علل بدل هیئت دبیران به ترتیب آرا: 1. رحیم رسولی، 2. کیوان باژن، 3. علی رضا آدینه، 4. روح الله مهدوی پور عمرانی، 5. علی کاکاوند. آرای علی رضا عباسی و علی کاکاوند برابر بود، اما عباسی داوطلبانه کنار رفت. منشی هرمز ناصر شریفی، صندوقدار علی صبوری، بازرسان: 1. بکتاش آبتین، 2. قباد حیدر. بی تردید آنچه در تصمیم حاکمیت مبنی بر عدم دخالت نهادهای امنیتی در برگزاری این دوره مجمع عمومی کانون تأثیر بسزا داشته، اعتراضات سراسری مردم در هفته‌های اخیر بوده است. کانون نویسندگان ایران، 18 بهمن 1396. بینندگان عزیز، به پایان برنامه چهارشنبه رسیدیم. تا برنامه بعد که روز جمعه برگزار میشه، اوقات خوشی رو برای شما عزیزان آرزو داریم. شاد و پیروز باشید.